من همبستگی میان هموطنانم را کلید رهایی ایران خواندم. باور من این است که ملت آزاد نخواهد شد مگر همه ایرانیانی که به استقلال وطن خود و استقرار حکومت مردم و قانون معتقدند همدوش با هم در راه رسیدن به هدفهای مشترک گام بردارند. آینده ایران، آینده شایسته مردم ما در گروی این همبستگی است. اما چگونه میتوان نه تنها به آرمان و سخن بلکه در عرصه پیکار و عمل همبسته و همدوش شد؟ به عقیده من ما هنگامی همبسته خواهیم شد که از خود بیرون آییم و غرق در ایران شویم. دیگر در برج آج خود ننشینیم، یک بودی نیندیشیم و تنها از دریچه محدود چشمان خود به ایران نگاه نکنیم. همبسته آن وقت خواهیم شد که خود را افراد تفکیک ناپذیر یک ملت، یک تاریخ و یک سرنوشت بدانیم. منطق خشک و حسابها و منافع گروهی و مسلکی را مهار بزنیم و از احساسات غریزی خود به عنوان یک ایرانی، به عنوان عضو یک خانواده بزرگ و کهن الهام بگیریم. ملت را جانشین من کنیم. ایران ای مرز برگ و هم، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جا بدان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. درود بر همیهنان بزرگوار. سرباز تکاور حمید رضایی هستم از کمپین بازگشت شاهزاده، جنبش ملی آزادیخواهان ایران و ارتش ملی ایران، ارتش شاهنشاهی، در خدمت شما و میهمان خانه های پرمهر شما. در مجموع هم میهن چیزی حدود بیش از 61 مرکز و پایگاه های در رابطه با پتروشیمی، صنعت پتروشیمی، گاز و نفت در اعتصاب کامل به سر میبرند و هر روز داره به تعداد اعتصاب کنندگان افزوده میشه. اما برای اینکه بتونیم به یک دستاورد نهایی و چیزی که 42 سال، 43 سال است ملت ایران به دنبال آن است و در این راه تلفات وحشتناکی رو تا به امروز داشته ایم برسیم، بایستی گسترده تر و همگیر شود در سرتاسر میهن. بایستی تمامی ملت ایران در طبقات مختلف، در مجامع مختلف اجتماعی، در رده های مختلف، در سنین مختلف، در جایگاه های مختلف، همه و همه بایستی در کنار هم هرچی بیشتر این اعتصابات رو گسترده و به پیش ببریم در کنار هم. اگر این عملی شود که باید بشود، به شکلی که امروز خوشبختانه بسیار زیبا داره به پیش میره و هر روزم داره گسترش پیدا میکنه و منسجمتر از روز قبل گام برمیداره، اگر این اجرایی شود و همگانی شود، مطمئن باشید که در کوتاه مدتی با کمترین تلفات و خسارات میتونیم به پیروزی نهایی دست یابیم. اما اگر فرصت تنفس به این فرقه نابکار ضد ایرانی بدهید، اگر گامی به عقب بردارید
و زمان دهید تا این فرقه ضد ایرانی بتواند از جیجی ضربه‌ای که در انتصابات خورده است خارج شود، بجز نابودی ایران و نابودی خود شما و تبدیل شدن ایران به یک کره شمالی در منطقه، هیچ دستاوردی نخواهید داشت. لازمه پیروزی گسترش اعتصابات است، همراه شدن است، همگام شدن است و عمومی شدن. تمامی شرکت ها و تشکیلاتی که مربوط به صنعت پتروشیمی و گاز و نفت می شود حضور دارند، بیش از 61 شرکت مختلف، جایگاه مختلف. حقوق بگیران تامین اجتماعی کجا هستند؟ بازنشستگان کجا هستند؟ رانندگان تاکسی ها، اتوبوس ها، کامیونداران کجا هستند؟ معلمان و دانش آموزان کجا هستند؟ دانشجویان کجا قرار گرفتند؟ پزشکان، پرستاران و کادر درمانی در کجا ایستاده است؟ کاسب ها، مغازه‌دارها در کجا ایستاده اند؟ همان گونه که شاهزاده فرمودند، در شرایط فعلی یا شما در جبهه مردم و در کنار مردم هستید یا در روبروی مردم هستید. فرقی نمی کند شما جز کدام یک از اصناف باشید. دو جبهه مشخص وجود دارد. یکی جبهه ملت ایران، ملت سربلند با غرور و شریف و مبارز ایران است. دیگری موالیان دارای شناسنامه ایرانی. آیا در صف ملت ایران ایستاده اید یا در صف موالیان دارای شناسنامه ایرانی ایستاده؟ در کدام سوی تاریخ امروز شما ایستادید؟ همین. این یک وظیفه ملی میهنی است و در چند سال گذشته مرتب تکرار کرده. همین، اگر خودت رو مسئول ندونی، تک تک شماها اگر خودتون رو مسئول ندونید، در هر سنی، در هر شرایطی که باشید، در هر پست و مقام و موقعیتی که باشید، در هر صنفی که فعال باشید، فرقی نمی کنه. اگر خودتو مسئول ندونی، مطمئن باش به زودی زود پشیمان خواهی شد و دستاوردی به جز نابودی نخواهی داشت. این فرقه نابکار ضد ایرانی آمده است برای نابودی ایران. چند سال است دارم تکرار میکنم، نابودی ایران، نسل کشی ایرانی که 43 سال سیستماتیک ادامه داره، غارت ایران که ثروت ایران از غنایم اسلام است. این اون گرجستک گربه گور شده با صدای بلند گفت، نخواستید بشنوید، غارت ایران، نابودی ایران، نسل کشی ایرانی و در نهایت تجزیه ایران. این برنامه ایست که به اینها دادن 43 سال پیش اربابانشون، همونهایی که دستشون پشت این سیستم هست، میبینند که ملت ایران چگونه قهرمانانه در کف خیابان رو در روی این فرقه ضد ایرانی ایستاده و هر روز تلفات میدهد، فریاد حقوق بشر میزنند، مدعی حقوق بشر هستند،
اما از دیدگاه این سرزمین های مدعی حقوق بشر به زبان بسیار ساده بیان می کنم. هم در اروپا زندگی کردم 9 سال، نزدیک به 10 سال، هم در آمریکا امروز زندگی می کنم و سیستم ها را می شناسم. با جوامع هر دو آشنایی دارم. از دیدگاه این جماعت جهان سومی بشر به حساب نمی آید، به خصوص اگر جهان سومی باشد که دارای ثروت باشد. یعنی بشر به حساب نیامدن جهان سومی فقط شامل آفریقای گرسنه نیست که گرسنه اش کردند، بلکه منطقه سوق الجیشی و حساس جهان یعنی خلیج همیشه فارس و منطقه خاورمیانه که 70% نفت جهان در اونجا قرار دارد، شاید بیش از 70% نفت جهان در اونجا قرار دارد، نفت و گاز جهان، منطقه فوق العاده ثروت. اما از دیدگاه اینها بشر محسوب نمی شود. مردمی که در این سرزمین ها زندگی می کنند از دیدگاه اینها بشر نیستند و برای اینکه بتونن غارت بکنن این منطقه رو، این شامل تمام کشورها می شود، اروپایی ها، انگلیس، فرانسه، آلمان، فرقی نمی کن، آمریکا، کانادا، استرالیا، اینا همه سرتوپای یک باشن، همشون به دنبال غارت اون منطقه هستن و منفعت دارن، از اون بر کشور رو غارت میکنن، از منابعش استفاده میکنن، مجانی چپاول میکنن، از او بر نیروی تحصیل کرده و متخصص همون کشورها با بدبختی خودشو به همون کشورهای اروپایی میرسونه، با هزار جور تحقیر و توهین اگر بتونه به اونجا برسه، به عنوان یک کارگر عمله از اون نیرو استفاده میکنن. متخصصش هم باید خیلی متخصص باشه که اجازه بدن بره جلو، اونا رو هم جذب میکنن، نه اینکه نمیکنن، از اونا هم دارن استفاده میکنن. میبینید که تو دانشگاه ها پره از بچه های از استاد های بیمارستان ها پره از متخصص های، اما اکثریت رو مجبور به کارگری میکنن، در حالی که این آدمی که داره اونجا کارگری میکنه میتونست تو زمین خودش دارای موقعیت و شخصیتی بزرگتر و بالاتر باشه، اما آوارش میکنن، سرزمینش رو غارت میکنن و اونجوری هم تحقیرش میکنن و به اسارت میگیرنش. بهش چی میدن؟ یه آپارتمان، یه خونه مثلا، حد اکثر یه ماشین و آرامش داشته باشه، نسبی بره و بیاد زندگیش بکنه و بسیار هم خوشحال خواهد بود. دیگه هم میهن من دورانی که با تانک و توپ میومدن یه سرزمینی رو اشغال میکردن، اینو ببینید، 2 سال 3 سال دارم این حرف رو میزنم، گذشته تموم شده. امروز میان 4 تا اراذل اوباش جانی بلفطره، جنایتکار، دوز، دروغگو، بی سواد، میان میذارن اینا رو بالای سر یه مملکت، بعدم اینا رو حفظ میکنن در اون جایگاه. نه تانک میخواد، نه توپ میخواد، نه ارتش میخواد، نه تلفات داره میدن به خاطر این مسئله، راحت نشستن اینا رو حفظ میکنن. اینا اون منافعی رو که میخوان به اینها میدن، خودشون التماس هم میکنن بهشون میدن، غارت میکنن، سهم اینا رو هم پرداخت میکنن. به همین دلیل هم هیچ کدوم از این سرزمین ها نمیخوان سیستم ایران عوض بشه، میگن ضد حقوق بشره، میگن ضد انسانه، میگن تروریسته، میگن جنایتکاره، اما نمیخوان عوض بشه.
چون منافع اقتصادیشون ایجاب میکنه برای هر دو طرف. کشور اروپایی دارن منافع اقتصادیشون رو میبرن، بانکاشون با پولای ایران میچرخه، ثروت ایران داره غارت میشه و به بانک اونا منتقل میشه، سرمایه گذاری یا پولای ایرانی داره میاد اونجا سرمایه گذاری میشه، یه گذرنامه میدن دست اینا. یه کشوری مثل آمریکا تمام مغزا فرار میکنن میان اینجا، از اون طرف میاد به اون کشور عربی که مثلا قد یه دونه شهر ایرانه میگه نگاه بکن این یارو اینجا نشسته تکون بخوری این پاچت رو گرفته تیکی پارت بکنه بخر. یارو میاد 400 میلیارد دلار هواپیما جنگی میخره که اصلا نمیتونه از زمین بلندش کنه، خلبانش هم باید از خودشون که بکنه، مکانیکش هم باید از خودشون که بکنه، قطعش هم باید از خودشون بخره، اما 400 میلیارد دلار میده خرید هواپیما میکنه یا فلان ابزار جنگی. در نتیجه کارخونه های تولید کننده ابزار جنگی دارن کارشون میکنن، تولیداتشون رو دارن، پول داره سرازیر میشه، نفتشون رو دارن در میارن مثلا میخرن ازشون، از اون بر دارن بهشون آهنپاره میدن. چهار روز دیگه اینو از رده خارج میشه، آهنپاره جدید باید بخرن. اینها نمیخوان این سیستم بره، به همین دلیلم یک ابلهی مثل توی انگلستان برمیگرده میگه ما موافقیم که این حکومت عوض بشه اما به هیچ عنوان نباید پادشاهی بیاد، خانواده پهلوی نباید. چرا؟ چون اگر یک خانواده، یک حکومت ملی، یک حکومت ناسیونالیست و انسانهای پاک بیان در اون رأس بشینن دیگه غارت نمیتونه بکنه، دیگه نمیتونه جنگ افروزی بکنه، دیگه نمیتونه کل منطقه رو با آتش بکشه، دیگه نمیتونه سلاح بفروشه، دیگه نمیتونه نفت مفت و گاز مفت ببره، راه بهش نمیدن. زمانی که یک حکومت مردمی و ملی و ناسیونالیست در کار باشه همچه اجازه رو نمیده. همچنان که در زمان پادشاه فقید این اتفاق افتاد، به پادشاه گفتن وارد جنگ بشو، گفت من جنگ نمیکنم. یعنی همه اسلحه بهت دادیم، گفت اسلحه خریدم بله دارم برای دفاع از مملکتم و مردمم، اما من جنگ نمیکنم، من برای چی باید مردمم رو کشتم بدم؟ گفتم قیمت نفت رو بیارید، گفت نمیارم. چرا شما قیمت اینو بردید بالا، من برای چی باید قیمت نفت بیارم؟ شما بار خودتون میبرید بالا، بعد به من میگی بیا پایین. من اول مدافع حقوق مردمم باید باشم، من باید به فکر مردمم باشم که مردمم راحت زندگی کنن. من ملت من 20 سال دیگه باید در رفاه کامل باشه، 10 سال دیگه باید در رفاه کامل باشه، کشور من باید صنعتی بشه. گفتن نه این زیاده خواه هست، این قدرت طلبه. یه دفعه تمام دنیا شدن بر علیه پادشاه، رادیوها استیشن ها شروع کرد، تلویزیون ها روزنامه ها شروع کرد، یکی رو تو جعبه جادوشون در آوردن، یک شیطان خبیث رو به نام خمینی. موقعی که برمیگردی به تاریخ نگاه میکنی میبینی اولین کسی که توی تهران قمه زده تو سرش سفیر انگلستانه در دوره قاجار. چرا؟ چون خرافات و گسترده رو خواهد پخش میکنه، چون از راه دور راحت این سیستم رو کنترل میکنه و داره غارت میکنه. همه این صحبت ها رو کردم که به اینجا برسم. همین تنها کسانی که میتونن تصمیم نهایی رو بگیرن و کار رو یکسره بکنن و تمام این معادلات رو به هم بزنن، شما ملت ایران هستید. پیر و جوان، کوچک و بزرگ، زن و مرد، شما ملت ایران هستید که میتونید تمام این قواعد بازی رو به هم بزنید. و الان بهترین فرصت ممکنه همین. این اعتصابات بایست هر لحظه، هر روز، هر ساعت گسترش پیدا کنه. معلم، کارگر، دانشجو، دانش آموز، راننده، کاسب، دکتر، پرستار، سازندگان، جاده ساز، ساختمان ساز، همه و همه باید وارد میدان بشه و همه باید در کنار هم بایستن. این مسیر کمترین تلفات و خسارت رو برای ما خواهد داشت.
در غیر این صورت مسیر طولانی خواهد شد با خسارات وحشتناک بالاتر و با تلفات بسیار بالا. پس گسترش اعتصابات اصل اول است. حمایت تمامی اصناف جامعه، تمامی طبقات جامعه در سرتاسر میهن یک اصل بسیار بسیار مهم امروز. همه این کارها میتونه اتفاق بیفته با حضور شما، با خواست ملی شما، بیداری ملی شما، هوشیاری ملی شما و بازپسگیری هویت ملی، به پا خواستن برای بازپسگیری هویت ملی از جانب شما. فقط شما میتونید میهن رو نجات بدید، نه هیچ کس کمکتون میاد، نه هیچ کس میخواد که این سیستم بره. از این کشورهایی که میبینید همشون هم میگن آخ چقدر بده حقوق بشر وجود نداره، آخ چقدر بده حقوق ادیان وجود نداره، آزادی‌های اجتماعی و انسانی وجود نداره، آخ ما خیلی متاسفیم. اما در حد حرف هم میهن، هیچ کدومشون از منافعشون نمیگذرن. فقط شما میتونید این معادله رو هم بزنید. و همون گونه که شاهزاده فرمودن اگر قرار اتفاقی بیفته بایستی با دستان توانمند ملت ایران، حضور میلیونی اونها در کف خیابان این اتفاق رقم بخوره و در فردای آزادی ایران در کنار صندوق رای ملت ایران تصمیم میگیره که چی میخواد. هیچ کس حق نداره از امروز برای ملت ایران تعیین تکلیف کنه، چه من پادشاهی خواه، چه توی جمهوری خواه، چه هر فکر سیاسی که داری. فقط ملت ایران میتونه تصمیم بگیره. پس لزوم گسترش اعتصابات یک امر بسیار بسیار حیاتی است امروز و بایستی در کنار هم بایستید در سر تا سر میهن، در هر کجای میهن که زندگی میکنید. اگر حفظ منافع ملی ایران، تمامیت ارضی ایران، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و انتخاب مردم در فردای آزادی در پای صندوق رای برات مهمه و ارزش داره، بایستی در کنار هم بایست. هر فکری که داری مورد قابل احترام برای این سر با هر اندیشه که باشی من به احترام میذارم، دستتو میفشارم، میام پشت سرت هم بگذارم. اما پایبند به این اصول باش، پایبند به انسانیت باش. حفظ منافع ملی ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران و انتخاب مردم ایران. اگر پایبند به این اصول هستی پرچم سرنگ بشی بکنشی بشم. اگر پایبند به این اصول هستی من هیچ مشکلی با هیچ کس ندارم، با همه همکاری میکنم. من برای بزیر کشیدن این فرقه نابکار از هر کسی که به دنبال آزادی ایران باشه با پایبندی به این اصولی که عرض کردم حمایت میکنم و کنارش میستم و میرم پشت سرش و میشم سر بزنش. ملت ایران، امروز یک فرصت تاریخی رو شما دارید. اگر هوشیارانه عمل کنید، اگر از جای خود برخیزید، اگر در کنار هم قرار بگیرید و اگر اعتصابات رو گسترش بدید، توانیر کجاست؟ چرا توانیر تا حالا اعتصابات وارد نشده؟ همه سیستم ها بایستی از کار بیفته. اگر این کار رو نکنید به زودی زود پشیمان خواهید شد، به زودی زود پوست از کله همه تون خواهند کرد. میبینید که چگونه دارن رفتار میکنن،
میبینید که چگونه علناً بهتون دروغ میگن. خود چولاق رو نگاه بکنید، فایزر رو 6 ماه پیش از دبی آوردن زد، حالا میاد میشینه مثلا میخواد واکسن ایرانی بزنه. یادتونه بعدی که واکسن فایزر رو بودن برای زده بودن مندش از خطونش رو کشید، آمریکایی انگلیسی نباید بیاد، بعد دیگه ماسک نداشته و افتاد به سفر کردن، چون دیگه خیالش راحت بود فایزر رو زده بود. حالا میاد میشینه مثلا من واکسن ایرانی میخوام بزنم. اینا همش سیاه‌بازیه، همش دروغه. یه یارو شیش کلن سوار آوردن گوشتن به ایشونی پروپاگانی، حرف معمولی رو یارو بلد نیست بزنه، حرف معمولی روزمره رو بلد نیست بزنه، تحت تعقیب بین المللی هم هست. اینو آوردن کردن به ایشونی. تصمیم نهایی رو شما ملت ایران باید بگیرید، یا از جاتون بلند شید و میهن رو نجات بدید، یعنی خودتون رو نجات بدید، خانوادتون رو نجات بدید، فرزندانتون و نوهاتون رو نجات بدید، یا به زودی زود به کره شمالی تبدیل خواهید شد. میبینی که سخنگوی وزارت بهداشت و دارو و نمیدونم چه کوفت زهرماری هست میاد میشینه میگه کسایی در همه جای دنیا دارن واکسن رو مجانی میزنن، اینا از مردم پول درخواست میکنن و چون مردم گفتن قیمتش بالاست برمیگرده میگه پوفیوز هستن. اینا شعورشون در این حد هم میهن، برمیگرده ملت رو پوفیوز خطاب میکنه، هیچ کس هم ازش بازخواست نمیکنه، هیچ کس هم بهش حرف نمیزنه. یه لینکی رو امروز صبح دیدم، خبرنگار داره ازش سوال میکنه، میگه تو حق نداری این سوال از من بکنی، میگه این سوال مردم، میگه سوال مردم باشه به تو مربوط نیست، حق نداری از من سوال کنی. به همین راحتی امروز عکس این یارو مال منابع طبیعی رو بهتون نشون میدم، ببین چجوری نشسته در حضور خبرنگار. دیدی تو اتوبوس خبرنگارا هم چپ کردن، دو تا بانوی جوان هم بکشتن، البته برنامه بود که همه رو بکشن، بقیه شانس آوردن زنده موندن، این بنده خدا دو نفرشون از بین رفتن. حالا با هر اندیشه‌ای که داشتن برای مفهوم انسان هم میهن ما هستن. قرار بود همه کشته بشن، هواپیمای دنا یادتونه بعد از اینکه دکتر اسلامی رو تو زندان مجبور کردن، مجبور که نه خودکشیش دادن، 16 نفر از متخصصین توی اون هواپیما بودن، هواپیما رو انداختن چون مدارکی ایشون 10 نفر داشتن که نبایستی میموند، باید از بین میرفت. 150 تا آدم رو به کشتن دادن به خاطر که اون 16 تا رو به زمین پاشون نرسی، اون مدارک نمونه. چون دکتر اسلامی قبل از اینکه به قد برسونن گفت من مدارک رو به چند نفر دیگه هم دادن که اگر اتفاق افتاد اونا منتشر کنن، برای که اون مدارک منتشر نشه 150 خورده رو به کشتن. اون بالا زنده بودن، هیچ کس اون هست گذاشتن یخ بزنن سه روز، در حالی که ما واحدهایی داریم در ارتش که تو همون شرایط میرفتن به دوله دینا. ما آدم های متخصصی داریم که در همون شرایط میرفتن به دوله دینا. من دوله دینا رفتم، میدونم چی متخصصین محیط زیست رو این گونه دارن از بین میبرن یا تو زندان نشستن، جنگل ها رو خودشون دارن آتش میزنن، برای که جامعه رو درگیر مشکلات و موزلات مختلف بکنن، برای که جامعه غافل بشه از هدف اصلی، هدف اصلی رو گم کنه. امروز هدف اصلی بایستی براندازی بشه با هر اندیشه سیاسی، با هر بمب مثلا گسترش اعتصابات بایستی باشه، در کنار هم بودن بایستی باشه، معلم و دانشجو و مهندس و کارگر و کارمند و
بازنشسته ارتش و بازنشسته تامین، فرقی نمیکنه، همه دانش آموز و همه و همه باعث در کنار هم و باعث به سرعت گسترش پیدا کنه. و اونهایی که در خارج از کشور زندگی میکنن تا اونجایی که در توانتون هست بایستی از کارگران اعتصابی حمایت کنید. اگر شده نفری 100 دلار هم بتونید کمک کنید و اطرافیانتون این ماموریت رو به آدمی که مورد اطمینانتون هست بدید که این 100 دلار، این 150 دلار، این 200 دلار، این 100 پوند رو برسونه به یکی از این خانواده ها. هر کدام یه خانواده رو کاور بکنید، بپوشونید و حمایت کنید، به راحتی از این مشکل میتونید گذر کنید. گرچه کارگران اعتصاب کردن امروز که 18 ماه حقوق نگرفت، همه چیز امروز در زمین بازی توپ به قول معروف زیر پای شما است، هم میهن شما باید درست پاس بدید به هم دیگه تا بتونید گل وارده در بزنید. در غیر این صورت نه اینکه گل وارد دروازه نخواهیم کرد، بلکه گل هم خواهیم. انتخابش با شماست. شماره یک رو نگاه کنید لطفا. سراسری سلام آلایشگاه اصفهان، گروه پیموکاری زلال، گروه فیترجوشکارا و برق، گروه برق هم هستن. همه با امید پیروزی جمع کردیم امروز. چاره کمپین سراسری جان پارس. شماره 5 بندرعباس در حال تعطیل کردن می باشند. به کمپین کارگری پیوستند. دمتون گرم. 4400 اعتصاب کارگرا فولاد یزد. ایش که سر کار نیست. از صبح داره می کنم. اعتصاب کارگرا فولاد یزد. هیچ چی سر کار نیست. از صبح تا حالا بیکارن. کمپین سراسری، کمپین سراسری جان پارس. کمپین 1300 اعتصاب جان پارس ایلام یوسف علی جانی. خدای چوار بدی اسماعیلی. کمپین این هم کمپین 1400 آلایشگاه آبادان فاز 2 آی جی سی. کمپین 1400 نیروهای ارتباط مجز، تاریخ 3/4/1400. کمپین 1400 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم، همه نیروها در حال تصویه کمپین 1400. با سلام، امروز 5/4/1400 شرکت رجال، همه وایسادن در بسنده مکانیکا، همه کارگرا، همه ماشاءالله هلا والله بزنیم هلا. رحمت خدا
آقایون چه مشکلی داره نشستین اینجا؟ حمایت نکنه نه مسئولین شهری نه استانی هیچ الان دو سال حقوق و بیمه نداریم آجر خانه ما بنیاریم هیچی نداریم صفر خونی بردیم تاو بشه لاله ایدیم گرما مردیم اگر کارنده چند پلاس نه دمارا بگه قشم ویرایشی بیمانکاری آقا ما و کمپیوت پلاس بعد ششت اودیسیسی به کمپیوت پیوست امروز 5400 فاز دو بیبان اعتصاب همه کارگران. بله میبینید هر روز داره گسترش پیدا میکنه و این باید سرعت پیدا کنه و با قدرت بایستی گسترش پیدا کنه و همان گونه که عرض کردم خدمتتون کسانی که در خارج از کشور هستید هر آنچه که در توان دارید بایستی از اینها حمایت مالی کنید. هر چقدر هم که کم باشه باز میتونه بسیار مفید باشه. دیگه فرقه نابکار نمیتونه بگه اونایی که اون برای آب نشستن دارن عشق و حالشون رو میکنن شما خودشون بیرون گود نشستن به شما میگن برید لنگش کنید. نه میبینید که بیرون این برای آبی هم توی گود هستن و دائم درگیر هستن با سفارت و با این و دائم درگیر مسائل هستن که سیستم هایی که میخوان حکومت رو نگه دارن برای مبارزین داره به وجود میاره، مشکلاتی که سر راه مبارزین میذارن و به عناوین مختلف به اونها به قول معروف گیر میگن. فکر نکنید ما اینجا در رفاه و امنیت میشستیم، نه امنیت که خیلی سال ما نداریم، رفاه هم وجود داره. چون اگر بخوای واقعا در رفاه باشی و به قول اونور داخل کشوری ها و حکومت اشغال بکنی باید کلن دور مسائل سیاسی رو قلم بگیری، بری دنبال اشغال زمینی کردن و میتونی این کار بکنی، خیلی ها دارن میکنن. اما اونایی که تو میدونن از همه چیشون گذشتن، نه امنیت دارن نه آسایش دارن نه رفاه، هیچ کدوم. یک جانی بلفطره رو اومدن کردن رئیس جمهور. ببینید تد کروز چی میگه، نماینده جمهوری خواه سنا از سنای آمریکا، علنی استان استیتی هست که من زندگی میکنم. تد کروز ببینید چی میگه در مورد رئیسی، میگه یک هیولاست، یک جنایتکاره شماره دو. And as for Ricey, Ricey is a monster and a tyrant. He was one of the four judges on the death committees in 1988, responsible for the mass executions of thousands of political prisoners over 5 months. بله میگه یک مانستر، یک جنایتکار است که جزء اون چهار تا مثلا قاضی بوده که مسئول قتل عام گسترده جوانان ایران. هیچ کجا نمیتونه بره و خیلی از کشورها الان منتظرن که این پاشو بذاره بیرون. خیلی از وکلای بیرون المللی الان منتظرن که این پاشو بذاره بیرون، چون برگشتی درش وجود نخواهد داشت. پاشو بذاره بیرون میگیرنش، خودشون هم اینو میدونن و به همین دلیل هم دارن به آمریکایی‌ها تو وین فشار میارن که اسم اینو بردارید از تو لیست. آمریکایی‌ها هم قبول نمیکنن. دیدید که به دروغ اومدن گفتن همه تحریم‌ها برداشته میشه، آمریکا موافقت کرده، بلافاصله آمریکا اومد تکذیب کرد و قیمت دلار دوباره رفت بالا. تحریمی برداشته نخواهد شد چون اینا نمیخوان دست از اعمال تروریستیشون بردارن، نمیخوان دست از اعمال ضد حقوق بشریشون بردارن، نمیخوان دست از خصومت، دزدی و غارت و چپاول و کثافتکاری در کشورهای دیگه بردارن. در نتیجه اتفاقی نخواهد افتاد چون اینا هر جا که پاشون باز شده، افغانستان رو نگاه کنید، طالبان اومد نشست با اینا صحبت کرد، الان ببینید چه وضعیت پیدا کرده افغانستان. چرا؟ چون پول اسلحه مهمات داره از اینجا میره، از تهران میره. سوریه رو به گند کشیدن، عراق رو به گند کشیدن، یمن رو به گند کشیدن، افغانستان رو دارن نابود میکنن. هر جا اینا پاشون رسیده دارن نابود میکنن.
و همون روشی رو که تو ایران پیاده کردن دارن پیاده میکنن. یعنی یه سری دارن غارت میکنن، مردم گرسنه‌ان، فحشا گسترش پیدا کرده، مواد مخدر هم میریزن تو این کشورها، همه رو نابود میکنن. همون کاری که تو ایران کردن. عراقی که مواد مخدر توش نایاب بود، الان برید نگاه بکنید ببینید چه بود. ببین چجوری دارن نسل جوانو با هروئین از بین میبرن، با شیشه دارن از بین میبرن. همون کاری که تو ایران 40 سال انجام میدن و همه هم طراحی میشه در بیت چلاق و فرماندهان سپاه. خبرنگارانی که جانشون رو از دست دادن و خبرنگار داره علنا میگه، میگه میخواستن ما رو بکشن. بله میخواستن شما رو بکشن. بله همه تون از بین خواهد بود به نوبت. حالا این دفعه جستی، دفعه دیگه معلوم نیست چه اتفاقی برات بیفته. شماره 3 ماشینی برای انتقال خبرنگارهای محیط زیست محل برنامه استفاده شده که این ماشین مجوز تردد نداشته، دارای نقص فنی بوده و این نقص فنی مشهود بوده. از طرف دیگه خب این مطلب هم عنوان شده که مربوط به کارخونه سیمانسازی بوده و برای اینکه حالا رایگان این بچه ها رو منتقل بکنن از این وسیله نقلیه استفاده کردن. جالب این است که هنوز کسی پاسخگوی خانواده های این بچه ها نیست و خب بسیار بچه ها خشمگین هستن، خبرنگارها که به خاطر نوع برخورد رئیس محیط زیست در مورد برخورد با بازماندگان اون حادثه و بچه هایی که مجروح بودن. اولا که بادی لنگویج رئیس سازمان محیط زیست بسیار زننده بوده، به نوعی القا کننده، نوعی بی خیالی و بی تفاوتی نسبت به جان دو تا از بهترین بچه های این کشور و خب در مقابل بچه های بازماندگان داغدار اون ماشین به نظر می اومد که همدردی نیست و در کنار اون احساس مسئولیتی هم نیست. تا الان هم که پاسخگویی نبوده به خانواده های این بچه ها، مخصوصا از طرف خانواده دوتا دوست ما که از دنیا رفتن، این از باید وجود داشته باشه که پیگیر حقیقت این ماجرا باشن و به دنبال این باشن که مقصر اصلی و واقعی این ماجرا، کسی که مسئولیت نظارت و تضمین امنیت جانی این بچه ها رو به عهده داشته، باید پیدا بشه و ازش شکایت بشه و از طریق حال مراجع قانونی چه داخلی، اگر نشد از طریق مراجع قانونی بین المللی این داستان کاملا پیگیری بشه و به نوعی این سیکل معیوب به بی‌مسئولیت یه مسئولین و ارزانی جان ایرانیان یک جایی قطع بشه. بله اگر همه تون هم از بین رفت بودید بازم کسی پاسخگو نبود، مگر تا به امروز پاسخ هواپیمای اوکراینی رو دادن، پاسخ آبانما رو دادن، پاسخ پلاسکو رو دادن، پاسخ سنچی رو دادن، پاسخ دینا رو دادن. چه چیزی رو پاسخ دادن که انتظار پاسخ بودنید؟ حالا لااقل اونا 8 کلاس 9 کلاس سواد داشتن، این که دیگه هیچی، این که دیگه اصلا 6 کلاس سواد داره، حرف معمولی روزمره رو بلد نیست. به جانی بلفتره است که از 18 سالی کارش اعدام بود. بریم به دیدار سربازان راستین میهن. ایران دخت تنها شماره 4
سربازان راستین میهن، نظامی، بسیجی، سپاهی، بیدار شید. تا کی میخوای خودتون رو به خواب بزنید؟ تا کی میخوای پری به جمهوری جنایتکار آخوندی و حامیان نشرا بخورید؟ هم میهنانم، دلیل این همه گرفتاری ها، فشار ها، افزایش قیمت ها، نمیدونم کرونا، جریمه ها، محدودیت های شبانه، آتش سوزی ها، همه برای سرگرم کردن ملت است. چرا ما ملت هنوز جایگاه و منزلت از دست رفته خودمان را باور نداریم؟ ناجی و منجی ایران و ایرانی ما ملتیم. جمهوری ننگین اسلامی انتخاب من و ما نیست. حکومت ملاها ضد ایران و ایرانی است. امروز تنها و بیر خطرترین سلاح اعتراض همگانی است. پس همه نیروهایتان را برای واژگونی این نظام ننگ به کار ببرید تا پیروزی. پاینده باد ایران تا ابد جاوید شاه. بله، ایران دخت تنها و پیام او به جامعه ایرانی. جایگاه خودتون رو بایستی پس بگیرید، همین هویت ملیتون رو بایستی پس بگیرید، شخصیت ربوده شدتون رو بایستی پس بگیرید، اعتبار و آبروتون رو بایستی پس بگیرید، حق حیاتتون رو، حق زندگی کردنتون رو، حق تحصیل کردنتون رو بایستی پس بگیرید. و تنها کسانی که میتونن این کارو میکنن با کمترین تلفات و خسارت شما ملت ایران هستید. بایستی مدارس مجانی بشه دوباره، بایستی بهداشت رایگان بشه دوباره، و این کارو شما میتونید انجام بدید. بلافاصله پس از سرنگونی بایستی اینها برگرد، همان گونه که در زمان پادشاه فقید اینها رو داشت. میریم به سعدی شیراز، یکی از جایی که به اصطلاح حوزه‌های اخص رأی. ببینید چه قیامتی از جمعیت، چند نفر زیر دست پا بیهوش شدن از شلوغی. خوب نگاه کنید، این شیراز، سعدی شیراز، مسجد سعدی، شماره 6. واقعی زیر 7% مردمه و به روایتی 3.5% حضور مردم. یعنی دختر قاسم سلیمانی که میخواستید بکنیدش قهرمان به رعیای باطله باخت در تهران، به رعیای باطله. الان رئیسی اگر اتفاقی بیفته پرزیدنت بعدیتون میشه رعیای باطله. آمار واقعی کلن 7 میلیون خورده ای آدم تو انتخابات شرکت کرده، کلن برای همه شما 7 میلیون خورده ای. که میگن 48%، زیر 7%، 3.5% در واقع. نگاه کنید به باوری که به باد رفت به دلیل عملکرد این فرقه. البته باور چیزی درش وجود نداشت از روز اول، ولی خب چون همیهنان به هر حال اعتقاد دارن ما کاری نداریم. اما ببینید عملکرد حکومت چه به سر باور مردم بوده. شماره 7. سد فیروزآباد، نگاه کنید لب آبو کلن کتاب قرآن رختن. نه یکی نه دوتا، حدود یه ماشین قرآن خالی کردن، همش هم کتاب قرآن. نگاه کنید همش کتاب قرآن.
این حال روز کشوری که یه روزی اعتقادات خیلی شدیدی نسبت به قرآن داشت. بله، این عملکرد حکومته که جامعه رو که اون باورمنده کار خودشو میکرد، اونم که باور نداشت کار خودشو میکرد، زندگی خودشو میکرد. اونی که می‌خواست بره تو مسجد میرفت تو مسجد، اونی که می‌خواست بره تو میکنه میرفت تو میکنه، اونی که نمی‌خواست هیچ کدوم به کار به هیچ کدوم از این دوتا نداشت زندگی خودشو میکرد. ببینید به کجا رسوندن جامعه. و اما پولایی که میره غزه، پول میره غزه، پول ایران میره غزه دیگه، خرج میشه اونجا. رهبران حماس دارن عیاشی میکنن، خوشگذرونی. فیلمشو بهتون نشون دادم دیگه، 4 میلیارد دلار فقط تو حساب بانکیشه رهبر حماس، 4 میلیارد دلار. عین بچهای همین اراذل اوباشی که تو سرزمین خودمون هستن، اونا هم بچه‌هاشون دارن عیاشی میکنن و ماشینای آنچنانی و ویلاهای آنچنانی و کثافت‌کاری‌های آنچنانی با پول ملت ایران. اما تو غزه میدان، میدان صدام حسین است. نگاه کنید چوره 8. جان حال خوبه؟ بهت گفتم یه روزی میام اینجا برات فیلم میدان صدام حسین رو برات میگیرم. تمام پول ایران، تمامش از شماها رو میدوزن میفرسن واسه فلسطین. ببین کی رو علم کردن اینجا، کسی که میلیون ها جوان ایرانی رو کشت، بعدن به اینا دارن کمک میکنن و تمام پول ایران و بدبخت رو میفرسن واسه اینجا. بهترین ماشین ها اینجا سوار ماشین ها میشن. میدون صدام حسین در فلسطین، برو دوباره رای بده به آقای رئیسی. بله، سید الشهدا، صدام حسین شده سید الشهدا با پول ملت ایران. باور کنید این مجسمه رو هم با پول ایران ساختن، چون پولی خودشون ندارن. و اما سه تا عکس بهتون نشون میدم. نگاه کنید، جو بایدن داره صحبت میکنه با یه دونه میکروفون، یه دونه میکروفون، چون عقده و کمبودی نداره، چون حرف حساب زدن 500 تا میکروفون احتیاج نداره. حرف حساب همه خبرنگار 50 تا 100 تا نشسته باشن، یه میکروفون اونجا هست، همه دارن صدا رو میشنون. هیچ نیازی نیست که مثلا با چیدن مثلا 100 تا میکروفون بگین اصلا تو آدم مهمی هستی. نه، ابلهی، نادانی. باید یک جوری ثابت کنی، به دنیا نشون بدید که یک مش عقب مونده عقده‌ای ابله هستید. نگاه کنید عکس رو، عکس شماره 9. آنجلا مرکل داره صحبت میکنه با یه دونه میکروفون، دکتراش هم واقعیه، دکترا داره. بایدن داره صحبت میکنه با یه دونه میکروفون. مالم هم 6 کلاس سواد داره. نگاه کنید جلویشو، از دیدی اینا مثلا میکروفون زیاد باشه من خیلی مهمم، همه دنیا دارن به من توجه میکنن. نه، خیلی عذر میخوام، پشگلم وارد نمیکنم تو دنیا، همه دنیا هم دارن میگن یه جانی بلفطر است. نه بار تو، نه بار اون رهبر میکنن، فقط جیبتون رو دارن خالی میکنن، فقط دارن از ازتون سواری میگیرن. عکس بعدی نگاه کنید، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست. این با همش وضعیتی که میبینید اینجوری با این لنگا جلو خبرنگارا دیرون نشستید، مثلا اومده بود پاسخ بده در مورد اتوبوسی که چپ شده، همینجوری هم نشسته بود جلو خبرنگارا. جنگل ها داره میسوزه، محیط زیست داره نابود میشه، رودخونه ای وجود نداره، دریاچه از بین رفته، همه جا به خشکی کشیده، همه چیز نابود شده. میگوید نشستن این میکنید، این مثلا یک دولت مرد. خب رئیس جمهور تو که 6 کلاس سواد باشه، این هم باید محیط زیستتون باشه دیگه. انتظار داشتید مثلا چه اتفاق میفته؟ بایستی نیروهایی که حافظ محیط زیست هستن و واقعا دنبال این مسئله هستن و از بین ببری، بایستی بکششون، بایستی این بلا رو به سرشون بیاری. چرا؟ چون اعتقادت بر اینه اگر خدا میخواست خودش حفظش میکرد. عکس بعدی شماره 11، سیم خاردان. نگاه کنید، این بچه هایی که تو جبهه بودن، من دیدم اینا رو، نگاه کنید صورت بچه
چهار رو همه بچه ساله، نه تجربه دارن نه آموزشی دیدن، در حالی که خیلی هم خونسرد ایستادن همشون و شکل دیگری هم میشد از این سیم خاردارا عبور کرد بدون که همچه اتفاقی بیفته، جان یه نفر از بین بره، با همون سرعت هم میشد کار کرد، چون همه خونسرد ایستادن، یعنی عجله‌ای در کار نیستن، چهره نشون میده. اما اینقدر این بچه ها ناآگاه بودن تو منطقه و اینا رو اردودن و اینا رو میدادن تحویل یه ناآگاه تر از خودشون، اون میشد فرمانده، مثلا یه لشکر رو میبردن مثلا اسمش گوشتونن لشکر، میدادن تحویلی که تحویل محسن پپه و خودش تو ستاد قرارگاه بود، بچه های مردم زیر گلوله، در حالی که اگر نوت آدم بهش میدادی میگفت مثلا یه گشتی دو کیلومتر برو برگرد، میرفت نوتا رو گم میکرد، بعد هم میشنزی گوشه گیری میکرد نوتا رو گم میکرد، خودش هم گم میشه. نکنید هیچ نوع قبضی رو پرداخت نکنید، همین به جز ارزاق عمومی برای هیچ موضوع دیگه‌ای پول هزینه نکنید، از خرید کردن شدیداً خودداری کنید. همین یکی از راه‌هایی که میشه این فرقه رو از کار انداخت و زودتر و با سرعت بیشتر در کنار اعتصابات و گسترش اعتصابات از پا در آورد، فلج کردن تمامی سیستم اقتصادی است که ترامپ کار رو برامون خیلی راحت کرد. اگر شما قبوز رو پرداخت نکنید، خرید انجام ندید به جز ارزاق عمومی، به مرور زمان فلج میشه بازار و بازار یکی از حامیان این هاست و بازار زمانی که فلج بشه اینها از کار میفتن، سریعتر از کار میفتن. پس خرید ممنوع، فقط ارزاق عمومی، قبوز رو پرداخت نکنید. شعار جاویدشا فراموش نشه، این شعاری است که یک لحظه نبایستی از دید این فرقه نابکار دور بود. از این رسانه حمایت کنید، چون اینجا تنها پایگاه سربازان راستی میگن است. همه تون رو به خدای عاشق ایران میسپارم تا چهارشنبه که میدانم وضعتون از امروز خیلی بدتر خواهد بود. پاینده ایران، جاوید شاه.